نزدیک به 2 سال از سقوط نظام جمهوری به دست طالبان می گذرد، اما هنوز هم بازار کهنه فروشی ها در پایتخت افغانستان گرم است. این روزها بازار کهنه فروشان رنگ دیگر به خود گرفته است. در اوایل سقوط کابل بیشترین افراد اموال خانه هایشان را به کهنه فروشی ها می آوردند که قصد مهاجرت داشتند، اما حالا بیشتر مشتریان این کهنه فروشی ها افراد هستند که به خاطر فقر دست به فروش اجناس خانه هایشان می زنند. اما حالا از روی ازی که مردم زیاد بره پاسپورت ها بند است نمیرن، از روی ازی که ناچار هستند خرج خوراک ندارن به خاطر زنمی آل زنده مال خانه که بیایه بگه یک آدم بیایه بگه چیز است زنده مال خانه دارم به همه گیشم مفروشم نیست، همه تو یک تکه هر کس مفروش به می خاطر ناچاری دستبندی که یک چیز سودا کنه خرچ خوافامی لخواه کنه. در کمتر از نیم ساعت در این دوکانها بیشتر از 4 تن برای فروش اموال خانه هایشان آمدند. حتی در میان آنان افراد دیده می شود که برای دومین بار آمده بودند تا مقدار دیگر از لوازم خانه هایشان را به فروش برسانند. مشکلات اقتصادی داریم ما. مثلا میال ما بر سبا خرج خانه نداریم. ما مجبور هستیم یک چیز اضافه که نیست که ضرورت داریم ازش مجبور هستیم سودا کنیم. از این وضعیت که خرابتر شده که مرحله آخر نمی است که مردم به اندازه طفلای خودش سودا کنند. دامنه فقر هر روز در افغانستان در حال گسترش است. به تازگی برنامه جهانی غذا گفته که تغییرات اقلیمی در این کشور بر میلیون ها تن اثر منفی گذاشته است. در پی تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت ها از سوی این گروه، هزاران شهروند افغان دست به مهاجرت زده اند. آنانی که در کشور ماندند نیز به دلیل افزایش بیکاری و فقر روزگار دشوار را سپری می کنند. این در حال است که طالبان برنامه خاصی برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان ندارد.